تاریخ حافظه ملت‌ها و زبان و فرهنگ ستون استوار ماندگاری آنهاست. دکتر ناصر انقطاع دقیق‌ترین مسائل تاریخی ایران و پیچیده‌ترین موضوع‌های فرهنگی را با زبانی ساده و موشکافانه در 17 جلد کتاب‌های خود آورده است. پژوهشی درباره هفت سین، زندگی پرفراز و نشیب نادرشاه، روزهای آوارگی، بزرگمرد تاریخ ایران امیرکبیر، ابرقهرمان ایرانی بابک خرم‌الدین، 50 سال تاریخ کنونی ایران، تک و تاخت مغولان و دلاوری‌های جلال الدین خوارزمشاه، شیر و خورشید نشان 3000 ساله، در ژرفای واژه‌ها بخشی از نوشته‌های این پژوهشگر است. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. ای خشم به جان تاخته توفان شرر شو، ای بغض گل انداخته فریاد خطر شو، ای روی برافروخته خود پرچم ره باش، ای روی برافروخته خود پرچم ره باش، ای مشت برافراخته افراخته تر شو، ای حافظ جان وطن از خانه برون آی، ای حافظ جان وطن از خانه برون آی، از خانه برون چیست که از خیش به در شو، گر شعله فرو ریزد بشتاب و میندیش، بر تیغ فرو ریزد ای سینه سپر شو، خاک پدران است که دست دگران است، خاک پدران است که که دست دگران است، هان ای پسرم خانه نگه دارو پدر شو، دیوار مصیبت کده حوصله بشکن، دیوار مصیبت کده حوصله بشکن، شرم آیدم از این همه صبر، شرمام آیدم از این همه صبر، ظفر شو، تا خود جگر روبهکان را بدرانی، چون شیر در این بیشه سراپای جگر شو، مسپار وطن را به قضا و قدر ای دوست، مسپار وطن را به قضا و قدر ای دوست، خود بر سر آن تن به قضا داده قدر شو، فریاد به فریاد
بیفزای که وقت است، فریاد به فریاد بیفزای که وقت است، در یک نفس تازه اثرهاست. اثر شو ایرانی آزاده، ایرانی آزاده، جهان چشم به راه است، ایران کهن در خطر افتاده، خبر شو. مشتی خس و خارند، مشتی خس و خارند، به یک شعله بسوزان بر ظلمت این شام سیاه فام، سحر شو. مشتی خس و خارند، به یک شعله بسوزان بر ظلمت این شام سیاه فام، سحر شو. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به روان پاک جان باختگان جنبش کنونی ملت ایران و سراسر جان باختگانی که در راه استقلال و سربلندی ایران از آغاز تا کنون جان خودشون رو فدا کردند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامه‌ای که در آغاز برنامه شنیدید از روانشاد فریدون مشیری بود که گویی برای همین روزها سروده است. من نمیدونم این دیکتاتورها در مغزشون چه میگذره که زمانی تا زمانی که خطر بیخ گوششون نیامده، تا زمانی که صندلی قدرت رو از زیر پایشون نکشیدن، تا زمانی که با خفت آنها را از سریر قدرت به زیر نیاوردند، هنوز در اون بالا فرمان کشتار میدهند. گمان نمی کنم اینها دارای مغز سلیمی باشند. هر انسانی خطر رو درک میکنه. چگونه است که اینها تا آخرین لحظه خطر رو درک نمی کنن؟ آقای خامنه ای، یا چنان گرداگرد تو رو گرفتند و راه رسیدن خبر و آگاهی رو به تو بسته اند که در آنجا نشسته ای و خبری نداری، و یا پیوسته خبرهای دروغ و امیدوار کننده و پوچ به تو میدن، و اینکه آخرین حدس اینیست که خرد خود رو از دست دادی. یعنی هم خطر رو میبینی، هم خبرهای درست رو بهت میدن، ولی خرد خود رو از دست دادی و نمیدونی که چه سرنوشت شومی در انتظار توه. آیا صدای مرگ بر دیکتاتورها رو نشنیدی؟ آیا الله اکبرهای شبانه که لرزه بر همه شهرهای ایران انداخته نمیشنوی؟ آیا فریاد مردباد خامنه ای؟ آیا فریاد ما ولی فقیه نمیخواهیم؟ آیا فریاد مجتبی خامنه ای آرزوی ولایت فقیه رو به گور خواهی برد نمیشنوی؟ حتما میشنوی، ولی همون گونه که گفتم خرد خودت رو از دست دادی و نمیدونی بر روی انبار مواد منفجره نشسته ای. آیا فیلم دلاوری دختران و پسران، زنان و مردان که با دست تهی در برابر مزدوران سراپا مسلح تو می ایستند، می جنگند و پیش می روند و جان خودشون رو به قمار می گذارند و می بازند، این صحنه ها رو ندیدی؟ برات نمیان نشون بدن؟ آیا دقت کرده ای که این جوانها سراپا خشم و نفرت نسبت به تو هستن؟ یعنی مسئله از مخالفت و قهر کردن و بی‌تفاوت بودن گذشته، اینا یک پارچه خشمند نسبت به تو و حکومتت. آیا فکر میکنی این جوانان خسته میشن؟ اگر چنین فکری بکنی خرد خود رو از دست دادی. اگر هیچ یک از این حقایقی که گفتم نشنیدی، به تو نشان ندادند، دست کم اعتراض دوستان و
همپالکی ها و دوستان پیشین خودت رو که شنیدی که چطور خطر رو اونها احساس کردن و ناسزاها به تو میگن، اعتراضها به تو دارن، فتواها علیه تو دادن، برای که اونا هوشیارتر از تو هن، اونا خطر رو درک کردن، به همین دلیل نمیخوان شریک سرنوشت شوم تو بشن. به هر روی زمان داره به تندی میگذره و مطمئن باش دست بیرحم سرنوشت به زودی گلوی تو رو میفشاره. بر این پایه بهترین کاری که میکنی که شاید هنوز هم دیر نشده باشه اینیست که بیایید و به سخنان مردم گوش بدی و تسلیم نظرات اونها بشی. بینندگان عجمن، امروز روز تاریخه و نیم ساعت از وقت رو که ما ویژگی دادیم به تاریخ شیر خورشید و یکی دو نکته تاریخی هم میگم که ببینید آخوندیسم چه بر سر این ملت آورده. و اگر زمانی موند تلفن استودیو رو میگذاریم و باز میکنم و در زمان باقی مانده با شما سخن خواهم گفت. در کتاب های تاریخ میخونیم زمانی که محمود افغان، یک پسرک 21-22 ساله افغان، چون میدونید افغانستان استانی از ایران بود و این جوانک سر به شورش برداشت و بعد از گرفتن افغانستان به طرف سیستان و کرمان و بلوچستان و کرمان آمد تا برسه به سپاهان و چون شیرازه کشور در اثر مدیریت بیجا و ابلهانه شاه سلطان حسین که زیر نفوذ شدید محمد باقر مجلسی، اون یاوه‌گویی که بهار الانوار رو نوشته، قرار داشت، توانست همه این شهرها رو بگیره و برسه و سپاهان رو محاصره کنه. محاصره شهر به درازا کشید و مرتب ملاها و از همه بالاتر محمد باقر مجلسی در گوش شاه میخوند که مسلما این دعاهایی که ما میخونیم موثره. بعد دعای جوشن کبیر رو به بازوی شاه بست و شاه هم دیگه خیالش راحت شد، آقای مجلسی خودش سرنوشت سازه، خدا چی کاره؟ سرباز برای چی میخوان؟ نیرو برای چی میخوان؟ سپاه و سلاح برای چی میخوان؟ اصلا دعا کافیه، دعای جوشن کبیر به بازوی شاه و محمود افغان از میون میره. یواش یواش آذوقه در شهر سپاهان تمام شد، البته در دستگاه شاه و در دربار اینا اونجا همه چی ذخیره بود برای شاه و کنیزا و حرم سرا و غیره. آقای مجلسی هم که مرتب اونجا بود و میخورد و روز به روز گردن کلفتر میشد، ولی مردم چنان دوچار قحطی زدگی شدن که برخی از تاریخ نویسا و شرقشناسان از جمله بودگز روژینسکی، کشیشی که روس بود و خود در سپاهان ناظر بود، میدید در سفرنامش مینویسه کار به جایی رسید که ران انسانهای مرده را میبریدند و کباب میکردند و میخوردند. و در چنین وضعیتی اعلی حضرت به توصیه شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی برای دفاع از شهر و مملکت و تاج و تخت و سلسله پادشاهی صفویان دستور پختن آش نخود نظری تبرک شده رو داد. حالا من داستان آش نظری تبرک شده رو براتون میگم. طبق دستور محمد باقر مجلسی باید این آشی که می‌پزن، آش نخوده، دانه دانه این نخودها رو دعا بخونن، فوت کنن به نخودا، بندازن توی دیگ برای اینکه این آش پخته بشه. خب این کار
دویسی تا کنیز و حرمسرا و غیره را آوردن و نشستن و نخودارم آوردن و در دونه دونه اینها رو دعا میخوندن و فوت میکردن میداشتن. در همین موقع وقتی شاه میپرسید که جریان چیه، جریانی که گفتن، شاه به ملت به وسیله جارچیان خبر داد که در دستن در کار بسیار مهمی هستیم که به زودی محمود افغان و سپاهیانش رو تارمار میکنیم. خب ملت باز یک 10-15% فکر کردن از این امامزاده معجزه واقعا میشه گرفت. این بود که خب ساکت شد، یعنی کاری نداشتن، ملت بیچاره چیکار کنه. شهر در قحطی میسوخت و هر روز هزارها تن میمردن و کنیزکان مشغول خوندن دعا بودند که به درون دیگ بندازن و آش نذری رو بسازن تا از مملکت دفاعش. آش پخته شد، پخش شد، خورده شد، دعا خونده شد، دیگه منتظر بودن که همه پشت دژ شهر از بین برن. ولی مدتی میگذره و مردم میبینن که اصلا خبری نشد و آش نذری هم مؤثر واقع نشد. رفته رفته اعتراض ها بالا میگیره و روز به روز بیشتر میشه. شاه و ملایان میان میشینن جلسه میکنن چیکار بکنن چیکار نکنن. آقای مجلسی میگه قربان، یا یک چشم بد در آشپزخونه بوده به این دیگ نگاه کرده، یا یکی از این کنیزان شما ناپاک بوده، به گرمابه نرفته، غسل نکرده، چون ناپاک بوده دعاش مستجاب نشده، بنابراین این نخوت ها که به معده ها رفته اثر خودشو نکرده و باید دوباره این کار کرد. و دستور داده شد که دوباره این آش رو بپزن. شاه هم که مرگ خودشو نزدیک میدید گفت فوراً دوباره آش رو بپزید. خنددار، البته به نظر من گریه‌آور، اونیست که محمد میرزا ولیعهد احتمالی شاه سلطان حسینه که تو اون دربار خرافاتی بزرگ شده بود و با فرهنگ پدر رشد کرده بود، اینجا برای اینکه این بار این آش نخود نذری خوب پخته شه، یکایک زنان رو فرستاد به گرمابه و بعد گفت بیایید بیرون و بعد همه رو که از گرمابه گذروند اومد نشاند و گفتش که حالا اینا رو بخونید و دیگه این دفعه خیالمون راحت. به محمد باقر مجلسی هم گفتن که شاه آشتاره درست میشه. گفت دیگه این دفعه مطمئن باشید، نیروهای اونها هر چی باشه 70,000 فرشته تلیعه داره، کمک به ما خواهند بود و کوبیدن این شاه سلطان. در ضمن 70,000 طلبه هم در همون موقع در اصفهان بود که این 70,000 طلبه را یک بار گفتم که نادر بعد که آمد باهاشون چه کار کرد. به هر حال اینها دیدن نه کاری انجام نشد و محمود هم شهر رو چیز کرده، بنابراین ناامید شدن. سرانجام محمود شهر رو گرفت و شاه سلطان حسین تاج رو دو دستی تقدیم محمود کرد و بعد این پادشاه ابله سبکسر نادان که خودش باعث مرگ و خفت خودش شد به دست اشرف افغان، پسر عموی محمود افغان، خفه شد. خب دیدیم، یعنی شنیدیم، نوشتند که دعاها بی اثر بود. چندی نگذشت یک پسر 23-24 ساله دیگر از خراسان به نام نادر یا نادرقلی قیام کرد و این دفعه اصلا راه نداد به ملاها و آخوندها و آمد سرباز درست کرد. محمود که دیوانه شده بود و مرده بود، اشرف افغان رو اشرف آمد به مقابلش، فکر کرد این هم شاه سلطان حسینه، شکست خورد. نادر به تعقیبش پرداخت، آمد در مهماندوست اونجا مبارزه بکنه، باز شکست خورد، فرار کرد، آمد از تهران و قم رد شد، نزدیک سپاهان باز نزدیک کاشان شکست خورد و خلاصه کاری نداریم، رسید به فرار کرد همینطور تا قندهار. در اونجا نادر گرفتش به هر حال و فرستادش نزد شاه طهماسب، پسر دیگر
شاه سلطان حسین. یک دونه آخوندم دوربر نادر نبود، هیچ کس هم به دعا خوندن یادشون نمیداد. شما ببینید آخوندیسم چی کار کرده با ملت ایران. تمام این پادشاهانی که یا خودشون آخوند بودن، یعنی ظاهر پادشاه بودن ولی عملا آخوند بودن، و یا در زیر نفوذ شدید آخوندها قرار داشتند، مانند فتحعلی شاه که فرمان جهاد رو مشت آخوند پیر پفتال تو اتاقاشون دادن و با یک کشور عظیمی که من نباید می جنگیدیم به نام روسیه در جنگ شدیم و شکست خوردیم و شهرهای قفقاز رو، یکی از غنی‌ترین منطقه های خاورمیانه رو از دست دادیم. و یا بعدش ناصرالدین شاه که او هم همینطور قسمت خوارزم رو از دست داد، بخارا و مرو و آخال و غیره رو از دست داد، بعد افغانستان رو از دست داد. و اینها همه دنبال آخوند بودن. تنها کسی که دنبال آخوند نبود نادر بود و توانست اون قدرت دوران هخامنشیان رو زنده کنه. زمانی که نادر هنوز شاه نشده بود و نایب السلطنه بود، یک بار گفتم چون به این داستان مربوط میشه میگم، صورت و فهرست مالیاتی رو آوردم براش نگاه کرد، دیدید مبلغ بسیار عظیمی رو نوشته برای تولیت و طلبه و مدارس علمیه، چون آخوندها خیلی لغت علم خوششون میاد برخلاف خودشون که دانشمند و عالم نیستن، هر مدرسه دینی رو مدرسه میگن بهش، مدرسه مروی، مدرسه چهارباغ، مدرسه علمیه قم، اینا مدرسه بهش گفته میشه، یعنی جایی که آخوند تربیت. دید مبلغ بسیار بالاست. خب جنگ های بزرگی در پیش داشت و میخواست این جنگ ها رو به سود کشور تمام کنه. مستوفی رو خواست، اون کسی که حسابرس کل مستوفی کل رو خواست، گفت این مبلغ چیه؟ گفت قربان ما 70,000 طلبه داریم. گفت 70,000 طلبه از پول بیت المال، از پول دولت، از پول مردم حقوق میگیرن. گفت بله قربان. گفت این 70,000 طلبه زمان شاه سلطان حسین هم بودن؟ گفت بله بودن. گفت اون موقع چرا نجنگیدن؟ گفت من چه عرض کنم قربان؟ گفت حقوق اینا رو قطع کنی. مصطفی دستور نادر، اونم آدمی مثل نادر، حقوق اینها رو قطع کرد. دو روز نگذشته بود که خبر پخش شد، شیخ الاسلام ها و اون مفتی های بزرگ که فتوا میدادن شال و کلاه کردن، اومدن وقت خواستن از نادر، نادر خواستشون. گفتن قربان ما آمدیم خدمتتون. گفت بفرمایید. گفتن این دستور شنیدیم دستور داده اید که حقوق این طلاب رو قطع کنن. گفت بله. گفت اینا هر کدومشون زن دارن، بعضیشون دو تا سه تا زن دارن، بچه دارن، فلان دارن، اینها خب اینا گرسنه میمونن قربان. نادر خودشو به شگفتی زد و یه خود در خودش فرو رفت و سرشو بلند کرد، گفت بله راست میگید، حق دارید، اینا زن و بچه دارن، نباید گرسنه میمونن. خب شیخ الاسلام ها خوشحال شدن. گفت بنابراین الان من به فرمانده کل سپاه سپهسالارم دستور میدم هر طلبه‌ای که اومد اونجا استوش لباس سربازی رو بهش بدین، پوتین هم چکمش هم بهش بدین، لباس شو بده، نمیدونم قدارش هم بهش بدید، تعلیمات نظامی هم بهش بدین، از همین امروز همون حقوقش بهش بدین ولی سرباز بشه. گفتن آخه قربان اینا دعاگوی ذات شما هستن، اصلا اینا نباشن زیر و رو میشه کشم. گفت نه اتفاقا زیر و رو هم نمیشه، ما هم دعاگو نمیخوایم، ما سرباز میخوایم، اگر اومدن سربازی کردن پولشون رو بهشون میدیم، اگر نه نمیدیم. هر 70,000 تا یا باید برن سربازی یا برن کار کنن جای دیگه. نتیجه چی شد؟ نتیجه آخوندیسم زمان شاه سلطان حسین به حکومت غیر آخوندی زمان نادرشاه تبدیل شد و نتیجه شو دیدی. از یک کشور تکه پاره‌ای که در خراسان یک نفر دعوی استقلال میکرد، در کرمان یک نفر، در آذرآبادگان یک نفر، در فارس یک نفر، در مرکز یک، همون افغان ها بودن ادعای پادشاهی داشتن، شد یک امپراتوری عظیم گسترده ای که به علت اینکه سفیر نادر رو
در هندوستان کشتن به دستور سلطان محمد گورکان، به هند حمله کرد و دهلی را هم تصرف کرد. باز من گوشه کنار میشنوم که میگن که بله نادر جهانگشا بود، نادر حمله کرد به هندوستان. آخه نمیپرسن چرا حمله کرد. حالا یه دلیل مسخره دیگه میارن، میگن انگلیس ها نادر رو تحریک کردن که به هند حمله کنه و نیروی هند رو در نظر گرفتن بعد خودشون اومدن. هرگز اصلا نادر گوش نمیداد به حرف بیگانه ای. اتفاقا انگلیس ها در قالب میسیون مذهبی یک سری رو فرستادن اونجا، یک دکتر بازن فرانسوی بود ولی جاسوس انگلیس ها بود، این رو یک چادر بهش داده بود نزدیک چادر خودش، میگفت حق نداره با ایشا در تماس باشه. و نتیجه این بود که وقتی هم که دکتر بازن رفت یک کتاب نوشت علیه نادر، برای که نادر نذاش جاسوسیشو بکنه. اما البته ممکنه که انگلیس ها بعد وقتی ایران با هندوستان جنگید و شکست خوردن نیروی هندی ها دستشون اومده بوده، نه اینکه به نادر گفته باشن برو. حالا اون کسانی که میگی نادر جهانگشا بوده و نمیدونم زمین خار بوده و جهان خار بوده، چرا وقتی که اون خونبهای اون سفیر خودشو گرفت، چرا زمانی که نزاش ملت ایران سرفکنده بشن برگشت هندوستان رو داد دست خودشون؟ خب البته باید هزینه سپاهشو میگرفت ازشون و گرفت. بدبختانه ما اون کسانی رو که واقعا برای کشورمون کار کردن به علت اینکه زیر نفوذ آخوندها بودیم و آخوندها تاریخ ما رو نوشتن و از نادر بسیار بدی گفتن، چون تمام اون راه‌های دزدیشون رو قیچی کرده بود، میگیم نادر آدم خوبی نبوده. بعد شاه عباسی که به این انگل پروبال داد، آخوند رو بر همه ملت ایران چیره کرد و خودش و حکومتش حکومت مذهبی بودن نه حکومت ملی، اون رو در تاریخ ما کبیر گفتن. کجا کبیره؟ تا بگی نادر باید کبیر باشه، نادر پسرش گور کرد. برید بخونید شاه عباس چهار تا پسر داشت. پسر بزرگش رو به علت بدبینی و بدگمانی که بهش داشت کشت. سرشو برید. کاش میبرید فقط سرشو. دستور داد یک هفته این سر رو تو سینه طلا بذارن، بیارن سر سفرش بذارن. شام میخوردیم پدر اون سر بچه رو نگاه میکرد. دو تا برادرای دیگه، دو تا پسر کوچیکتراش اعتراض کردن که پدر این چه کاریه بد میکنی؟ دستور داد کورشون کردن. پسر چهارم گریخت، رفت در دل تاریخ گم شد. گم شد. اصلا دیگه هم کسی نفهمید کجا رفت و چی شد. در نتیجه وقت شاه عباس بود نوش پادشاه شد و شاه عباس کبیره. شاه عباس که پسرشو کشته، شاه عباس که دو تا پسر دیگر رو کور کرده، شاه عباس که یک پسر دیگر ترس خشونتش گریخته، کبیره. اما نادرشاه که فقط پسرشو کور کرد، اون هم البته کار خوبی نکرد، ولی اون هم کسی که بهش ترور میخواست نادر رو ترور کنه بهش سوء قصد کرده بود گرفتن، گفت پسر شما به من پول داده این کارو بکنم. بخونید تاریخ رو، فوری داوری نکنید. به هر روی این آخوندیسمه که بر سر ما این بدبختی رو آورده. و خیال نکنید که قبل از بهمن 57 آخوندیسم نبود، قبل از اونم آخوندیسم بود. تنها رضا شاه و نادر شاه دوم اینها رو گرفتن انداختنشون از اجتماع بیرون، بقیه پادشاهان نوکر آخوند بودن و میترسیدن از آخوند. بله برم. حالا من نمیدونم آقای وارتان آگهی داریم یا نداری؟ نداری؟ یکی از خیلی خوب. پس آگهی پخش میشه، بعد میریم سر تاریخ شیر و خورشید. تاریخ حافظه ملت ها و زبان و فرهنگ ستون استوار ماندگاری آنهاست. دکتر ناصر انقطاع دقیق ترین مسائل تاریخی ایران و پیچیده ترین موضوعهای فرهنگی را با زبانی ساده و موشکافانه در 17 جلد کتابهای خود آورده است. پژوهشی درباره هفت سین، زندگی پرفراز و نشیب نادرشاه، روزهای آوارگی،
بزرگ مرد تاریخ ایران امیر کبیر، ابر قهرمان ایرانی بابک خرم‌دین، 50 سال تاریخ کنونی ایران، تک و تاخت مغولان و دلاوری های جلال الدین خوارزمشاه، شیر و خورشید نشان 3000 ساله، در جرفای واژه ها بخشی از نوشته های این پژوهشگر است. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. خب بینندگان عزیزم، در هفته گذشته تصمیم گرفته شد که تاریخ شیر و خورشید رو از آغاز تا امروز بگیم، بی جهتگیری، بدون تعصب، بدون حب و بدون بغض. گفتم که بشر از روز اول نوشتن و گفتن نمیدونست، بعد رفته رفته گفتن رو یاد گرفت، گفتن به زبان خیلی ساده، بعد نوشتن ها رو به این صورت که شکل می کشید و حرف خودشو می زد. الفبا هنوز درست نشده بود، ولی بعد که الفبا درست شد، بعد که زبان های گوناگون درست شد که هم اکنون جامعه شناسان و دانشمندان بر این پاورند که 82 زبان در جهان بهش سخن گفته میشه. البته زبان های آفریقایی هم که 2000-3000 نفر بیشتر باهاش صحبت نمی‌کنم، اونا رو هم بررسی کردم. و همینطور خطوط مختلفی هم هست، ولی با همه این حرفا هنوز تصویرنگاری یا سیمبولوگراف یعنی سمبول نمادنگاری در میان ما ایرانی‌ها، ببخشید ما انسان‌ها، رواست. از جمله مثل چراغ سبزی که سبز و قرمز راهنمایی، مثل علائمی که در فرودگاه هاست، مثل علائمی که در بیمارستان ها، راهن ها، اینا هست، اینا همه سمبول نگاریه، اینا همه نماد نگاریه. یکی از نمادهای بزرگ پرچمه. پرچم هر کشوری نماد اون کشوره و تمام اون چه که هر ملتی در مغزش از گذشته و اکنون و افتخارات میگذره در این پرچم از دیدگاه معنوی نهفته است. حالا ممکنه پرچم در درازای زمان عوض شه، ولی بار معنای خودش رو، بار افتخارات خودش رو به پرچمی میده که هم اکنون باید باشه. البته به جز پرچمی که الان در جمهوری اسلامی است که اون آرم سیک ها هستش و آرم ایرانی نیست. به هر روی رسیدیم به زمان هخامنشیان. گفتم که هخامنشیان یک زنجیره پادشاهی آریایی بودن که 236 سال بر ایران فرمان راندند، از 559 پیش از زایش مسیح تا 223 پیش از زایش مسیح، از 599 تا 323. نخستین پایه‌گذار این زنجیره کوروش بود و واپسین اونها داریوش سوم بود که پس از جنگ با اسکندر و شکست خوردن از اسکندر کشته شد. پادشاهان زنجیره هخامنشی رو برای آگاهی هممیهنان ارجمند، چون شاید بسیاری از ما ندانیم که این پادشاهان هخامنشی چند نفر بودند و اسمشون چیا بوده. پادشاهان هخامنشی 12 تن بودند. کوروش بزرگ، این رو من توضیح بدم، کوروش از خانواده هخامنش بود ولی کوروش اول نبود، کوروش سوم کوروش بزرگه. کوروش یکم و دوم پادشاه نبودن ولی جزو پدران و نیاکان کوروش سوم بودند که کوروش سوم بنیاد زنجیره هخامنشی رو گذاشت و او شد کوروش بزرگ. کوروش بزرگ، کمبوجیه، داریوش بزرگ، خشایارشای یکم، اردشیر یکم،
خشایارشای دوم، سقدیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارشک و داریوش سوم که همون دارا بود که در جنگ کشته شد. خب این زنجیره‌ای که 236 سال پادشاهی کرد پرچم داشت، آیا برگه ما داریم که نشون بده که هخامنشیان پرچم داشتن؟ چون هفته پیش من پرچم درفش کاویانی رو گفتم که گفتم فردوسی ازش یاد کرده و بسیاری گمان میکنن که این فقط اساطیریه، افسانه ایست، که حالا بعد براتون روشن میشه که این افسانه ای نیست. ولی به هر روی هخامنشیان اون پرچم رو نداشتن، پرچم هخامنشیان نبود. ما به تاریخ نویسان یونانی نگاه میکنیم، چون اون موقع هرچی ما داشتیم که بعد از تاختن تازیان به ایران از میان رفت. وقتی نگاه میکنیم یه هرودوت رو میبینیم، یه گزنوفون رو، که اینها آنچه که نوشتن موجوده، برعکس کشور ما که هر رژیمی میاد، هر سلسله‌ای میاد، همه اون قبلی‌ها رو میسوزونه، میبره، عبه میبره، میزنه، میکوبه، داغون میکنه، اونا هنوز هستش، دارن. حالا اینا در مورد پرچم‌های هخامنشیان نوشته‌هایی دارن که من اینا رو براتون دقیق میخونم. گزنوفون مینویسه کوروش با شتاب پیش رفت. ترتیب پیشروی سپاه چنین بود که سواران در پیشا پیش میتاختن، پس از آن باروبونه و سپس پیادگان می آمدن و هر دسته از سپاه کوروش پرچمی داشت که به دست اسکوفور بود. پس اشاره شده که سپاهیان کوروش موقعی که می رفتن پرچم داشت. اما همین گزنوفون در جای دیگه میگه فرمانده پیادگان به آنها گفت که چشم به پرچم داشته باشید و با گام‌های همسان حرکت کنید. پرچم کوروش عبارت بود از پیکره شهبازی، یعنی پیکره یک عقابی. بله، آقای وارتان داره نشون میده، خواهش میکنم این رو بیارید روی. بله، ببینید این پرچم کوروشه که یک عقابی است با بالهای باز که بر سر نیزه بلندی نصب شده و امروز هم پرچم شاه، یعنی امروز هم پرچم شاه پارسیان رو همین رو بهش میگن. اگه دقت کرده باشید عقابش یه چیزی داره مثل شاخ، عقاب شاخدار بهش میگفتن. و گرداگرد این پرچم ببینید دو تا رنگ، دو تا مثلث تیره است، یه مثلث سفید، دو مثلث تیره است، یکی سفید، دو تا تیره، اینا سبز و سفید و سرخ. یعنی اولین پایه رنگ های سبز و سفید و سرخ در گرداگرد این پرچم بود. اما توجه داشته باشید این پرچم درفش پادشاهیه. حالا در این زمینه من یه توضیحی میدم. درفش پادشاهی گهگاه در تاریخ کشور ما دو تا درفش داشته، در زمان پهلوی ها هم دو تا درفش داشت، ولی همه جا نه. زمان نادر دو تا درفش داشت، زمان پهلوی ها داشت، زمان صفویان داشت، ولی زمان یعقوب لیث و زمان کریم خان زند یه پرچم بود، همون پرچم ارتش بود. این دو پرچم، یکی مال خانواده پادشاهی بود که بالا سر پادشاه آویزون میکردن، بهش درفش شاهنشاهی میگفتن، و یکی مال مردم و ارتش بود، میگفتن پرچم ملی. تصویری رو که دیدید که آقای وارتان پخش کرد، این درفش شاهنشاهیه، درفش شاهی است که شما در اونجا میبینید. و پرچم دیگری که چیز هخامنشیان داشتن یک مستطیل بود که از ضلع شمال دست راست به جنوب دست چپ و از شمال دست چپ به جنوب دست راست دو تا خط روی مستطیل بود، دو رنگ مثلث بالا و پایین تیره بود، چپ و راست سفید بود. یعنی دو تا مثلث، چهار تا مثلث بود، دو تا از این وسط چپ و راست، دو تا از این. شما یه ضرب در روی مستطیل بکشید براتون روشن میشه. که بدبختانه من این عکس رو ندادم به اتاق فرمان، این است که ندارن اونها.
اون پرچم ارتش بود که ارتش با اون پرچم جلو میره. برو باز ببینیم که گزنوفون در این زمینه چی میگه. گزنوفون میگه زمانی که کوروش به نبرد با آشور میرفت، پدرش او را بدرقه میکرد. در راه شهبازی را دید که پیشاپیش سپاه ایران در پرواز بود. همونطور که سپاه میرفته، یک عقاب، یک شهباز هم در جلو میرفته. پدر کوروش آن را به فال نیک گرفت و گفت فرزندم در این پیکار پیروز خواهد شد، و اتفاقا پیروز شد. به همین دلیل این عقاب شد نشان درفش هخامنشیان. هرودوت چی می نویسه؟ هرودوت می نویسه بعد از کشته شدن بردیا و روی کار آمدن گئومات، 7 تن از دلاوران ایرانی که داریوش فرماندهی آنها را با خود داشت، این داریوش کبیره ها، سوگند یاد کردند که گئومات را از تخت به زیر آورند، بعد از مرگ کوروش بوده ها، و دیهیمی را که شایسته داریوش بود به او بازگردانند. ضمن اینو به شما بگم، داریوش برادر کوروش نبود، پسر عموی، یعنی عموز نوه عموی کوروش بود. ولی در روزی که داریوش میبایست به کاخ بتازد با اون 6 نفر دیگه، در هراس بود که چگونه نگهبانان کاخ را از میان بردارند، و میخواستند که کار را به روزی دیگر بیاندازند، که ناگهان دیدند 7 جفت عقاب یا شهباز در آسمان 2 جفت لاشخور را دنبال کردند و پرهای آنان را کندند. داریوش با دیدن این رویداد به یاران خود گفت هم اکنون باید کار را یکسره کنیم، و به کاخ تاختند و پیروز شدند. بدین گونه شهباز نماد و نشان هخامنشیان شد. در سنگ تراشیده های تخت جمشید هم اکثر میبینیم که بالای سر داریوش پیکره شهباز رو با بالهای گشوده دارن، غیر از فروهره ها. اما اون پرچم ارتشی که اینها داشتن، همین عقاب زرین به صورت طلا در نوک نیزه پرچم جای داشت، نه در روی خود پرچم نقشی از عقاب نبود. در کتابی که دکتر مرتضی احتشام نوشته به نام ایران در زمان هخامنشیان، این طور میخوانیم: در دوران اردشیر دوم شاه هخامنشی، که از 404 تا 485 پیش از 485 تا 404 پیش از زایش مسیح فرمان روای ایران بود، هر یک از واحدهای ارتش درفش ویژه خود را داشتند. درفش شاهنشاهی عبارت بود از یک عقاب با بالهای افراشته، و درفش ارتشی عقابی از طلا که بر سر نیزه قرار داشت. عقاب را رومیان از ایران تقلید کردند و این علامت را برای خود انتخاب کردند. و در سده 20 هم آلمانی ها، اتریشی ها عقاب را علامت اختصاصی کشور خودشون پذیرفتند. بنابراین اولین بار ایرانی ها داشتند. بعد اومده. همونطور که گفتم درباره ریخت و رنگ پرچم هخامنشیان، اون چی که در کاوش‌های باستان شناسی به دست آمده، من نمیدونم حالا میتونم این رو بنده نشون بدم یا نه. ببینید اینه، این درفش ارتشیه، 2 مثلث بالا، این 2 از این ور، این مثلث سفید هم روی پارچه هستن ها، یعنی پارچه مستطیله. این رو قرار دادن و این رو هخامنشیان پرچم خودشون کردن. بنابراین به اون چی که در کاوش‌های باستانی به ویژه در ویرانی‌های شهر پومپی به دست آمده، شکل پرچم هخامنشیان همونطور که الان نشون دادم بود. میرسیم به دوران ساسانیان که میگذاریم این گفتگو رو برای هفته آینده. آقای وارتان اگر تلفن اتاق پخش رو بگذارید روی پرده تلویزیون، ممکنه 1 یا 2 تلفن اگر بشه من پاسخ بدم، وگرنه به مسائل دیگری هم میپردازیم. و تا زمانی که این اگر تلفنی بشه، من 2 سند به شما نشان میدم، یعنی میخونم براتون، که نشون میده که پرچم ایران یعنی شیر و خورشید پیشینه عمیقی داره.
خط چهار یا خط یک؟ آه بله بله. الو بفرمایید. الو آقای دکتر ناصر انقطاط، درود بر شما، سپاسگزارم. من این کتاب ترجمه شما رو خوندم و همیشه هم میگم اینو، ولی خب درود میفرستم به شما، خیلی سپاسگزارم، برای همه دانشتون و واقعا لذت میبریم از صحبتاتون و چیز یاد میگیریم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای دکتر انقطاط، من صرف نظر از این صحبتایی که الان کردین خواستم یه موضوع دیگرم بگم. واقعا بفرمایید، ما 4 دقیقه بیشتر، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید، خطای دیگه هم پر شد ولی بفرمایید. یک دقیقه. من اتفاقا همین امروز هم داشتم گوش میکردم، آقای پارسا داشتن مصاحبه میکردن با مردم. بله. یک آقای میان سالی فرمودن که کروبی و موسوی دارن حماسه میآفرینن. واقعا من دل من اونقدر درد اومد، اشکم سرازیر شد. خانم چرا هر کسی حرف خودشو میزنه؟ خب بذارید بگه، حقیقت که این نیست که، حقیقت چیز دیگریست. همینطوری هم فکر میکنن، اشتباه نکنین، یه سری هستن که اینجوری بعد کار خراب میکنن. نمیکن کار خراب میشن. جوانان نازنین که مثل گل پرپر میشن، میریزن رو زمین، بیچاره اون مادر و پدر. آقا میفرماین موسوی و کروبی دارن حماسه میآفرینن. در بغل آقای هاشمی رفسنجانی، در بغل آقای خانم. نه نگران این مسائل نباشید، بچه‌ها میدونن چیکار میکنن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن. درود بر شما. الو بفرمایید. الو بفرمایید. آقای انقطاع درود بر شما. روز بر شما قربان، من خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. خواهش میکنم. و واقعا کاش ما تو جامعه خودمون، جامعه ایرانی خودمون، چند تا روشنفکر مثل شما داشتیم. خواهش میکنم. روز بهتر از این بود. واسه اطلاعاتی که شما دارید من واقعا لذت میبرم وقتی میشم پای تلویزیون. واقعا شما با اون کلام زیباتون کل تاریخ ایران رو رادیو تو رادیو 670 تعریف میکنم. همیشه طرفدار فرقارس شما هستم. خیلی سپاسگزارم. شب و روز افتخار میکنیم و اینکه به امید آزادی ایران. و خواهش میکنم مردم رو آگاه بفرمایید. خیلی یاد نمیدونن تاریخ ایران، خیلی فکر میکنن پرچم شیر خوشی، پرچم شاهنشاهی. نه ابدا اینطوری، سال همه رو خواهم گفت. بله رفته رفته. خواهش میکنم شما کلیر بگید، مردم ما بدونن، چون اطلاعات ندارم واقعا. بله من هر هفته در برنامه تاریخ نیم ساعت درباره شیر خورشید سخن میگم، تاریخش روشن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای انقطاط زنده باشید، شب و روزتون خوش باشه، خدا نگهدار. الو بفرمایید. جناب انقطاط درود بر شما. درود بر شما. ضمن تشکر جناب انقطاط، همینطوری که تشکر میکنم همیشه، واقعا خیلی چیز از شما یاد گرفتم تو این مدت. شما الان گفتید که عقاب و آلمان و اتریش گرفتن. بله. از ماها. بله. میتونید توضیح بدید امریکا هم این علامت عقاب رو داره، اینا رو بله. چه بیسی شاید برای اینکه در آخره اینا هم... البته رو پرچمشون نیست ولی علامت عقاب رو داره. بله بله میدونم. بله چشم، اینم بهش موقعی که برسیم من توضیحشو میدم بهتون حتما. در ضمن یکی از این خواننده‌های ما قبلا همیشه یه شعری آقای خورسندی گفته بود راجع به پرچم، ایشون شیرش در آورده بود که میگفت پرچم شاهنشاهیه. البته شما بارها توضیح دادید ابدا چنین. من یه توضیح کوچیک میدم، وقت منم داره تموم میشه، ولی یه دلیل براتون میارم کم چیزی نیست. خیلی سپاسگزارم. مرسی. عرض کنم که شما میدونید که سازمان مجاهدین خلق یکی از دشمنان پادشاهی به خصوص رژیم پیشینه. اینا رفتن تحقیقاتشون رو کردن، دیدن که واقعا این نشان شاهی نیست، گذاشتن رو پرچمشون. دیگه از اونا که ما دوتشه تر نیستیم که در مخالفت با مسائلی که مربوط به این شاه، ما که البته نیستیم، یعنی از اونها. و اینا پذیرفتن. اینا چیشو من حالا تازه شنیدم بعضی میگن آقا این نشان نشانه مجاهدینه رو پرچم. عجب حرفایی میزنن. من حالا دلایلی میارم، عکسای رو نشون میدم، مال 3000 سال شیر و خورشید ما داشتیم، در موزه ها هستش، اینا سنده، قبل از مجاهدین هم شیر و خورشید بوده. بر روی وقت ما در اینجا تمام شد. آقای وارتان مرتب دارن اشاره میکنن که وقت تمام شده و باید هم واقعا رفت کنار چون خبر بد داریم. با سپاس از همه شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.
زیرو وان وان شرکت